خب خیلی خوش اومدیم به جلسه 19 دوره بس اسکریپتی. در این جلسه همونطوری که داریم به آخر دوره نزدیک میشیم میخوایم راجع به کرون جاب ها صحبت کنیم بررسیشون میکنیم سینتکس های مختلفش رو میگیم و در آخر هم میگیم که چطوری میتونیم اونا رو مانیتور کنیم اوکی بریم شروع کنیم کرون جاب ها برای شما یک تسکیو اسکریپتی رو در یک زمان خاصی اجرا فرض کنید که شما یک دیتابیسی دارین که میخواین از اون بکاپ بگیرید بکاپ گرفتن دیتابیس رو که باید در قالب یک اسکریپت بنویسید اما اون شل اسکریپتتون رو باید یک زمانی اجرا کنید در اصل دوابس و کلا دنیای امروز چیزی به نام دستی اجرا کردن نداره برای همینه که اسکریپت بنویسید در نتیجه باید اسکریپتتون رو در یک زمانی به صورت غیر آن. مداخله شما و بدون اینکه شما کاری داشته باشین به اون اسکریپت و خودتون اجراش کنید اجرا بشه اون زمانو میتونید با کرونجا پا مثلا بگید دوازده هر شب بره این بکاپ بگیره و بیاره بریز توی کجا؟ توی یه ریموت هست توی یه توی هر جایی که دوست یا اولین روز ماه جنوری ساعت 12 و 35 اینقدر میتونید دیتیل بهش بدید اوکی بگید مثلا هر 15 دقیقه بیا این کار جلوتر می بید. پس فهمیدیم که آقا یه اسکریپتیه که ما میخوایم توی یه زمان خاصی رو اجرا کنیم جاب ها توسط کرون تپ مدیریت میشن با یک اکسپشنی که در دیسرویشن و توضیح سوزه یا زوزه با کرونی اگر اشتباه نکنم با اون مدیریت میشن که یه خورده متفاوت از بقیه دیسرویشن ها ولی همشون کرون تب رو دارن دستور کرون تاب و ای داش و فلگ ای به شما اجازه میده تا کرون جاب بنویسید اینو بزنم اگر کامنت هاش رو نگاه کنید میبینید که چند تا پارامتر نوشه minutes, hour, day of months یا دیگه مهم months of uh, در اس. همون months months of نداره ماه روز از week و هفته روز ماه ماه و روز هفته در آخر هم کامندتون رو بشم اینجا یه مثال براتون اوورده گفته که برای مثال میتونین یه بکاپ از تمام فایل هایی که اون یوزرتون داره تو ساعت 5 صبح هر هفته بگی با این دست مینتش صفر اوورش 5 یعنی یعنی ساعت 5 صبح دی آف مارسش همه روزها همه ماهها و اولین روز هفت به خاطر اینکه اوری ویک بشه دیگه کل ویک نمیخوام میخوام یک روز در هفته بکنی. این دستور رو برای ما اجرا میکنه تا در از فلگ زی سی اف و این رو فشرده میکنه و برای ما ذخیره این مثال خودش اما ما یک اسکریپتی نوشتیم اینجا چندین این اسکریپت نوشتیم جلوتر با هم همه رو می اسکریپت اولمون خیلی ساده است یک وریبلی داریم به اسم دیت و دستور دیت به علاوه حالا درصد سی رو میگیریم که بهمون به زمان و ساعت الان رو نشون در آخر هم به دیتیز دیت اوکی به صورت معمولی اجراش میکنم اسمش دیت دیسپلیر میگه آقا دی دیت ایز جمعه حالا این فارسیه به واسه یادم فینگلیش کنم مارس 16 مارس 2023 است ساعت 13 و 19 ساعت این است میتونید اپشن های دیگه دیت هم استفاده کنید اپوت او باحال تلید. ولی خب صرفا گذاشتم که امتحان چطوری میتونیم این زمانی که داریم میگیریم رو بیایم هر دقیقه دستور رو اجرا کنیم و اسکریپتمون اجرا کنیم خواهیم دید. اینجا باید پنج شبهش بگیم میگم توی همه دقیقه ها همه ساعت ها همه روز ها همه ماه ها و همه درش روزهای هفته اوکی دی آف مانس میشه روزهای ما Day of week دی آف ویک میشه روزهای و اگه هم میگه بده سی میکنم میخوام برم تو فولدری که اون توش هست اینجا پی دبلیو دی میگیرم اینو به من نشه برای اینکه اد کنید تو کلیپ بوردتون اون اوت رو هم اینجا وایت رو میزنید اکس کلیپ رو دست رو اکس کلیپ رو نصب میکنید سلکشن و در آخر کلیپ بورد اوکی هر دستوری که اینجا بدین و آوت داشته باشه پایپش کنید به این براتون توی کلیپوردتون ذخیره میکنه حالا اگر من کپی کنم ببینید که برای من مسین رو کوپی کرد میگم سیزی کن به این اگر اوکی بود بیا بعد این کارو بکن بین بش اوکی اجا کن چیو دیت displayer.sh اوکی okay. من یه دونه گرام ببینید داش بهش گفتم هر ثانیه هر ثانیه که دا. هر دقیقه بیا این دستور رو اجرا کن و به من سیوش میکنم میام بیرون با کنترل ایکس و باید. اگر بار اولتون کرون تب و ای میزنید یک منوی بهتون میده که ادیتورتون رو انتخاب کنید اوکی بعد از اینکه ادیتورتون اون منو انتخاب و منو با چی دیزاین شده به نظرتون مسلما با سلکت نیست بعدی که انتخاب کردین میره توی این صفحه ای که من الان توش بودم هر موقع هم نخواستین اون ادیتور رو میخواستین عوض کنین برای بل ویژوال یا ادیتور فکر کنم این دوتا رو هر کدومشون خواستین میتونین به اون دستور و اون ادیتوری که میخواین عوض کنین و از اون به بعد با او واس میشه اوکی؟ برای اینکه ببینم چه کرون جاب هایی دارم کنون تب ال رو میزنم داش ال به من نشون میده میگه آقا اینو داری میگم اوکی میام اینجا من کورونتمو اشتباه نوشتم چرا؟ چون در اسپر اجرا میکنه و خب به من که نمیتونه نمایش بده در من باید توی فایلی بریزم با ریدارکت ری ری میکنم به دیت دات نه دوباره رو میگیرم میگه آقا تو اینو اجرا میکنی و بعد میدیش به دیت نه تیل میگیرم چی رو مسیر و لاگ و سیس لاگ چرا این کارو میکنم برای اینکه ببینم کرونتاب من ران شده یا نه برای دیباگ کردن پروژه که توی کرونتاب تعریف میکنی میتونی از این مسیر استفاده توی اون سیستم مانیتورینگ هم که پاینتورینگ هم که بهتون میگم در آخر ویدیو هم خیلی راحت تره و نیاز سیورین اینجا نگاهش بکنید اوکی در من دیر زدم یک مقداری به نوعی رفته اون بالا الان اگر اجرا شه بیام اینجا ببینم که آیا برای من همچین چیزی اومده میگه بعد میگه که ساعت سی و یک ثانیه برات اومدم چیکار کردم اون کامند رو اجرا کردم اینم اوتپوتشه در اصل کجا فهمیدیم از مدت زمانی که بهمون داد دیگه گفتش آقا توی سی دقیقه الان اومد برای ما این رو ایجاد کرد فایل رو و این رو توش خیلی راحت حالا ما میزنیم ایران شد آپدیتش جذب شه ببینید یکی دیگه همزمان بهش همزمان که نگه دفعه بعد بهش اضافش 32 و 1 ثانیه 33 و 1 اوکی اینو می‌بندم سراغ دستور و اسکریپت بعدی در است اسکریپت بعدی میره برای ما از ای پی ها ای پی آی ای پی های ای پی های آی, پی های ای, پی های ای پی های سایت اوپن میتیو دات کام استفاده میکنه و شرایط آب و هوایی که الان در از چی میگن فعل حاکمه اونو برای ما میاره و بر میگردونه از کل استفاده میکنم با داش اس که سایلنت باشه میگم آقا برو به این ای پی آی بعد بدش به دستور جی کیو جی کیو اگر ندارید نصب بکنید جی کیو میاد برای شما اون چیزی که گرفتی رو در قالب جیسون خیلی تغییر مرتب در میاد آر میتونید بگین که کدوم قسمت یعنی اگر جیسونش رو پرینت میکنه الان بهتون نشون میده جیسانش شو که برمیگردونه میگه آقا برو توی اون که کارنت ودره و برای من اونو رو بده من کارنت ودر رو میخوام بقیه‌اش و اون قسمتی که هست میریزدش توی کارنت ودر اینجا یه سیتی تعریف کردم گفتم برای تهران تایم تعریف کردم با ادبلیو کی تایم رو توش رفتم پیدا کردم گفتم قسمت دومش رو برام پرینت کن تمپرچر رو بعد گرفتم ازش گفتم جا داوری که تمپرچر رو ودر کد رو برای من پرینت کد کلا کدم نمیخواد پرینت کل خط بعدم ریدایرکتش کردم به وریبل کارنت ودر این یک نوع دیگه ای از ریدایرکشن همینجوری هم که میبینید استرینگ رو ریدایرکت میکنه به کامندی که اینجاه و به عنوان اینپوت بهش میده اوکی اینم چیزی که در جدید یاد گرفت خب این چی رو میزنم میره برای من میگیره و میاره میگه آقا کارت ودر تو تهران توی این ساعت که البته این ای خورده دقیق نیست اما صرفا برای مثال آوردم که بتونیم ببین تمپرچر 16 و انقدر داشت باید میزدم آقا من این رو یه بار دیگه اجرا میکنم میگه میگه که آقا تمپرچرت انقدر به سلسیوس ویند سپیدت سرعت باد انقدر دا دا دایرکشنت اینه و کودش هم اینه پس یک سری اطلاعات راجع به آب و هوای این منطقه که تهران باشه به من میده اوکی خب من بدون جیکیو هم براتون این رو به نوعی بیا اجرا کنم میدمش به جی خالی آر نمیزنه که ببین چی میگه آها کر نصف بخص کر میزنم به این ادرس سایلنت شدم رفت بزنم نداره ببینید کلی آوتفوت به من میده که خب من نمیخوام برای چی باید همه اینها رو برم ببینم اوکی میام بالا اون قسمتی که میخوامو پیدا میکنم میگم توی کارنت ودر اینو به من بده اگر میخواستم میتونستم بگم current weather dot ولی دیگه نمیخواستم دوباره API کال کنم از همون که گرفته بودم برداشتمش اوکی؟ اینم از حالا بیانیم به صورت ساعتی یعنی هر یک ساعت این به ما دستور رو اجرا کنه و رو اجرا کنه و خدمتون که عرض شود به ما برگردونه توی چیزی برزه و برگردونه جوابش اوکی من همینجا این کار رو بکنم بریزمش مثلا ویدر بریزم تو کارنت ویدر دات txt مثلا اوکی و بریم توی کرون خدمت این که ارس شود اجاش اوکی بیایم اینجا دوباره بریم توی کرون تاب دش ای میزنم ادیس میکنم این دفعه به جای این که همشو ستاره بذارم یعنی همه روزها میام میگم که آقا اولی رو بذار دقیقه صفر هر ساعت هر روز هر ماه و هر روز هفته بیا چیکار پر یاد برنامه فیتیله ها بود چی بود جمعه پخش بشم هزین محله با اومد اوکی آه... همون تو اون دیرکتوری میرم سیدی میکنم بعد میگم آقا بین باش بعد این دفعه چی رو اجرا کن ویدر Whether... چی بود اسم اسکریپتمون ویدر دیتا دیتا دات اس اچ اوکی خب چه کنیم چیزی اشتباه نزده باشیم باکنید. کاری که میکنه اینه که دقیقه صفر هر روز میاد هر ساعت. هر ساعت میاد براتون این رو اجابه کنید. میام بیرون، قید میزنم که ببینم دیستاشو. میگه آقا یه دونه اینو داری، یه دونه اینو داری. میگم پوک. هر ساعت میاد این رو برای من ایجاد میکنید. الان که نمیتونیم ببینیم فش با چه ساعت بعد اجرا میکنه ولی من وقتی که اجرا کرد اوکی براتون میذارم توی همون ریپازیتوری ببینه هم صرفا میخواستم ببینید که میتونید اینطوری همونطوری که دیدید ساعتی اجراش کن حالا چه جوری و چه حالات دیگه میتونه این داشته باشه نیاز نیست حفظش کنید همونطوری که متوجه شاید شده باشین من هم حفظ نیستم چیز خیلی سخت نیست ولی وقتی خب میتونید چرا حفظ نکنید اوکی حفظ بکنید درس اینجا من این سری وبسایت هایی که ازشون استفاده کردیم دارند وبسایت کروم تاب دات جی یو یو اوکی تو این وبسایت من حس می که چیزی براتون اوکی تو وبسایت میتونید هر چیزی که دیدید توی فایلی مثلا رفتید توی کروم جاوی رو دیدید و نمیدونید چی کار میکنه بیاین اینجا پیسش بکنید براتون توضیح میده یه رندوم تولید بکنم میگه که آقا دقیقه پنج ساعت صفر همه روزهای ماه ماه هشتم و در, در از روز همه روزهای هفته اینجا هم براتون نوشه میگه که آقا پنج دوازه و 5 آگست این اجرا و خدمتون که شود مثلا همون چیزی که الان اجرا کردیم اگر بزنم میگه که ات صرف میگه بعدیش توی 16 سه ساعت 14 اجرا میشه اوکی این از ای. یا هر چیز دیگه که مثلا رندوم میزنم اینجا رنج هم میتونید بدید اینا یه سری آپشن هایی که میتونید براش تعریف بکنید تعریف بکنید که یعنی هست میتونید استفاده بکنید میگه دقیقه صفر ساعت 22 هر روز و هر ماه بین روزهای اول تا پنجم هفته روز اول تا پنجم هفته میشه از دوشنبه تا جمعه چون به صورت لاتینه دیگه اینجا اول تا مثلا پنج شاید بشه شنبه تا چهارشنبه. شنبه آره اوکی میگه که آقا توی ساعت 22 ساعت ده شب هر روز به نوعی هر روز هفته ماندی تو فرایدی این برای شما اجرا میشه اوکی ساعت 22 براتون یک سری چیز گذاشت گفته که آقا ستاره یعنی همه ولی ها کاما اگر بذارید ولیولی لی سپریتوره میتونید مثلا بگید ساعت 22 و ساعت 12 اینجا میگه که ای آقا از مین پس اور 12، 22 و 12 اوکی. ساعت 22 و 12 از یک تا پنج این هم براتون رنج معرفی میکنه این چی میکنه است ولیوه یعنی اگر من این رو هر دقیقه بزنم و اینجا یه اسف 5 پنج بدم هر پنج دقیقه اجرا میکنه این خیلی آه... به نوکی مرسومه که این حرکت رو بزنید مثلا میگه آقا هر پنج دقیقه برو این کارو بکن هر سیزده دقیقه این کارو بکن اینجا بهتون توضیح مثلا یه دونه عدد رندوم هم اینجا میزنم یا آقا هر سیزده دقیقه هر دو ساعت بیا این کارو بکن یعنی هر دو ساعت یه بار و 13 دقیقه دو ساعت یه بار بیاد این کارو براتون میکنه. خیلی راحت سخت واسه خودتون یک سری شورت کات ها هم داریم مثل یرلی انیلی monthly ویکلی Daily hourly و reboot یک آقا وقتی ریبوت شد مثلا اینو اجرا کن سالانه اجرا کن ماهانه اجرا کن هفتگی اجرا کن روزانه اجرا کن و ساعتی اجرا اوکی این هم از شورتکات هاش توی خود کرونتب هم اگر بریم نگاه کنیم چد کنیم بی تی سی کرون ببخشید کرونتب رو اینها به صورت دیفات هستن بهتونم توضیح داده میگه آقا مینت میتونه از 0 تا 59 باشه اور 0 تا 23 باشه دی اف ماس 1 تا 31 باشه ماس هم 1 تا 12 باشه ببینم که از 0 داریم تا 6 ساندی 0 یا هفته. اوکی okay? اینا اینجوری هم, این هم میتونید بدین دیگه یا ساندی مانده چیز بوز دی و ساترد اوکی okay? این هستیم. خب حالا تا اینجا فهمیدیم که چطوری کورون جابا رو بنویسیم چطوری میتونیم در اصل این کارا رو بکنیم باهاشو و در نهایت هم کارمون انجام میشه حالا چی میشه اگر ما بخوایم ببینیم که آقا آیا اون کار واقعا انجام میشه یا علکیه و ارور داشتیم و کار نکرد برای این کار باید و میتونید از مانیتورینگ استفاده کنید میتونید هم از سیسلاگ لاگ برید لاگ هاشو ببینید قبل از اینکه بریم سراغ اون بریم ببینیم دیت تایمه دیت نوا چی شده ببینید 32 دقیقه 32 یکی اجر... یکی اومده اوت کرده 33 یکی اضافه کرده 34 35 36 تا 44 که همین الان باشه اومده برای ما هر دقیقه اون کامند رو اجرا کرد اوکی okay? ببینیم ببینید چطوری میتونیم مانیتورش کنیم توی کرانیتور اپ کرانیتور در اپ کرانیتور دات آی توی سایت کرانیتور آی او که برین بذارید من اینو کپیش کنم اول میگه که بهتون ساین اپ کنیم بذارید این بذارم میرم تو سایتش اینجا به من میگه start for فری و میزنه یه اسم در اصل اسم اول و اسم دومتون رو میخواد یه فول نیم میخواد بدیم بهش ایمیل میخواد و پسورد بعد که ساین اپ کنید براتون به نوعی ایمیل ارسال میشه حالا یا ولیدیشن داره یا نداره وریفیکیشن داره یا نداره بعد بهتون همچین داشبوردی رو میده اوکی داشبوردتون ممکنه اول خالی باشه توی جاب که برین اینجا میتونید بهتون بهتون گفته که چطوری میتونید در اصل این رو نصب کنید توی رینوکس و ازش استفاده کنید بذارید ببینم الان میتونم به آها گت رو بزنم میرم توی جابز میگم که آقا گت استارتد رو درس میزنم یا می تو جابز میگه که چطوری میخوای از این استفاده کنی کوبرنتیس هست کرون هست آه. ساید چک هست نمیدونم چه کلری هست افلو هست و ویندوز و بک بیا کرونجا به بیا اوکی این رو وردار اجرا بکن کپیش میکنم بعد که اجرا کردی بیا بزن کرانیتر داد من اینو از قبل نصب در از ای پی آی کی من دیدین اینجا سانسورش میکنم مثلا اوکی و بعد اینجا عرض شود یه ای پی آی میده با اون ای پی اینجا براتون دستور میسازه و میتونید اجراش بکنید من الان اگر بزنم کرانیتور دیسکاور اوکی میگه داره اسکن میکنه میگه این جابه رو داری پرینت اگر اوکی بودین برای اینکه مانیتور بشه اینتر میزنین میگه آره میگه این جابه هم داری میخوام میگم آره اینتر میزنم میگه آقا فرستادم به کرانیتور رایت به لیست سودو میزنم اجازه میکنه چه مهم نیست ساعت میشه در هر صورت به داشبورد دوباره سب میکنم بره پیداش بکنه پیداش میکنه میگه اینو میخواین میگم آره درست میره اون چیزای دیفانت, دیفانت کرونتب هم برامون میاره اوکی این است میره تو کرون ببینیم که آیا واقعا اومده برامون توی جا بیاره میگه که آقا یور پرنس کوتا تو مانیترز آر دی سیب این که ساین اپ میتونید بکنید که در از فیری باشه مثل اینکه یک سری محدودیت ها روی کرون داره روی اون تعداد مانیتوری که میتونید داشته باشین داره من نمیدونستم الان متوجه شدم توی تایم لاینتون اگر بیاین ببینید این چه فیل شده چرا توی ایشو برم چون پاکش کردم و یه بار قبل تاون کردم قبل این ویدیو اینجا برای من زده که آقا آن ریزاوده و این به مشکل خورده اگه مشکل بخوره تو ایشو میتونید ببین. توی چکس که نه توی جابز اینجا میگه که آقا تو این دوتا جاور رو داری دیت دیسپلیر و ویدر دیتا اوکی این میاد برای تو اجرا میشه استاتوسش هلتیه و مثلا یه فرقی که بری جوره ببینید میگه که یه رانی اینجا اتفاق افتاده کامپلیت شده ران شده و اینجا براتون میگه که آقا یه در این تایم داشته یه دونه در این تایم داشته و در حال ران شدنه اوکی؟ در از اینطوری میتونین مانیتور کنید اینم قبلیرم اگر ببینین من یک سری گذاشتم اوکی میشه و ران بشه تا تستش کنم میگه که آقا اینها این اکسیکیوشن ها, ها رو داشتی بهتون میگه که کامپلیت شده یا نشده فیل شده هرچی باشه رو بهتون توضیحش میده یه سایت دیگه هم هست که میخوام بهتون نشون بدم رفتی به مانیتور کردن نداره میتونید کاستوم هرچی خواستین رو بهش بدین و اون براتون کرون رو بده اوکی مثلا میگه آقا هر مینت ها و دقیقه های زوج میخوام اینجا شه ساعت های زوج روز های زوج ماه های زوج و از دوشنبه تا جمعه یا از شنبه تا یک شنبه اوکی میتونید کاسماس کنید بگین نه ساعت سه جاشه بگین تیوزه و مانده و سانده جاشه میتونید کاستوم اینجا بهش بگید کامندی که میخواین رو مثلا این کامنده رو بزنم کامنده برای بکاب گرفتنه بعد میگه آقا اینجا برای من میگم جنریت کن میگه اینو بزنی برات جنریت میشه میتونی راحت کار بکنی اینو کپی میکنی میرید تو کرونتب ای اونجا پیستش این هم از Inside. این سایت این هم که دیدیم این هم کتاب در از پابلیک ای پی آی ها هست که میتونید ازش استفاده کنید و تست کنید ای پی آی مختلف و من از اینجا برداشتم به همراه این اسکریپتی که یک جوکس و به شما یک API آی, آی میده که هر وقت کالش کنید بهتون یک جوکی برنامه نویسی میده جوکی که مرتبط به برنامه نویسی فقط اونا نوع با کل اگر اینو بزنید بهتون میده اینجا ببینم دارمش آ ندارمش اوکی بس رفتی به کورونش نهی بردمش ولی میتونید اینجا ببینید آدرس اینا رو هم میزنید ویدر فورکس هم اونجایی که ازش اطلاعات هوا و و هوا رو گرفته اوکی دیتا ببینید الان هی داره برای خودش جنریت میکنه اونجا هم که دیدیم فروش که چه بود و ما آخرین مپ هست آخرین مپ هست یه دونه اسکریپت که میره براتون یه دیتابیسی رو اسم دیتابیستون رو میدین رمزش رو میدین خودش هم میدین و میره براتون بکاپ میگیره به علاوه حالا یک سری چیزایی که بهش میشه از و در آخر هم میاد اون رو به نوعی با SCP کامند SCP توی یه ریموت سرور این رو کپی میکنه یا از اونجا میگیره میاره اینجا و بعد میتونید اونایی که هفت در در از اونایی که از هفت روز گذشتن رو پاک کنید با این دستور یه میره اونا رو پیدا میکنه آخر هم آر ام میکنه هرچی که هست رو با دستور فاین این یه اگزمپلیه که میتونید برید و ببینید و ولیه هاش رو دستکاری کنید و یه چیزی که توی ریل ورد و دنیای واقعی استفاده میشه این بود از جلسه 19 هم امیدوارم که مفید بوده باشه براتون اگر اینطور بوده ویدیو رو لایک کنید چنل رو سابسکرایب کنید دواشتا رو در لینکدین تلگرام و یوتیوب سابسکرایب و فالو داشته باشین و با هم خیلی ممنونم که تا اینجا لحظه کردین مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعد میبینمتون